اما چطور فعلها رو در زمان گذشته صرف کنیم؟ مثلا میخوایم بگیم خب آمدم، آمدی، آمد، آمدیم، آمدید و آمدند، یا مثلا رفتم، رفتی، رفت، به این صورت. چون ما تا حالا فعلها رو در زمان حال فقط صرف کرده بودیم، یعنی میگفتیم که میروم، میروی، میرود، به این صورت. اما حالا میخوام بگیم رفتم، رفتی، رفت و غیره. خب دوستان اگه توجه بفرمایید ببینید که کافیه برای ساختن زمان گذشته اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که مک رو حذف کنیم. اول مک یا ماک رو حذف میکنیم که فقط ریشه فعل باقی بمونه، و بعد به ریشه فعل متناسب با حرف صدادار فعل یکی از این پسوندها رو اضافه میکنیم. همونطور که مشاهده میفرمایید برای من دیم، دوم، یا حالا هر چیزی که متناسب باشه. برای تو دین یا دون، برای او دی یا دو، و برای ما دیک یا دوک، برای شما باز دینیز یا دونوز، و برای آنها دیرلر یا دورلار، و یا حالا هر در واقع حرفی که متناسب با حرف صدادار باید خلاصه پسوند رو مطابقت بدیم. که این دیگه فکر میکنم تا الان قطعا اگر تا به حال تا به اینجا دنبال کرده باشید مطالب رو، به خوبی دنبال کرده باشید، دیگه این مسئله کاملا براتون جا افتاده که چطور بعد از قانون متناسب ها استفاده کنیم. خب باز میایم ساده ترین فعل زبان ترکی رو انتخاب میکنیم، فعل گلمک به معنی آمدن. میخوام بگیم آمدم، مثلا دیروز یا 4 روز پیش یا سال پیش. چطور بگیم آمدم؟ خب مک رو حذف میکنیم. خب نگاه میکنیم گل فقط میمونه. گل چون حرف صدا دارش ا هست، پس باید دیم رو اضافه کنیم. گل دیم یعنی آمدم، چون حرف ای در واقع متناسب با ا هست، پس میشه گل دیم. مشخصا گل دوم نمیشه، یعنی این به قول معروف و عامیانه یک مسئله خیلی تابلو و مشخصه، پس گل دیم هست. گل دیم یعنی آمدم. گل دین آمدی، گل دی آمد، گل دیک آمدیم، گل دینیز. باز ببینید گلدین توه، یعنی تو آمدی، ولی گلدینیز شما آمدید، و گلدی به معنی آمد بود. گلدی لر یعنی آمدند. پس یک بار دیگه شما هم حتما بعد از من لطفا تکرار بفرمایید: گلدیم، گلدین، گلدی، گلدیک، گلدینیز، گلدیلر. سعی کنید وقتی که فعل رو، یکی از بهترین تمرینات برای اینکه فعل ها خوب در ذهن بمونن اینه که وقتی داری فعل رو صرف میکنی دوستان با دست اشاره کنید. مثلا به خودتون اشاره کنید، بگید گلدیم. فکر کنید یه نفر روبروتون رو بهش اشاره کنید با دست، بگید که گلدین، و با دست به دور اشاره کنید گلدی، بعد گلدیمیز، بعد اصلاح میکنم گلدیک و گلدینیز و گلدیلر رو هم همینجور سعی کنید با دست اشاره های انجام بدید، چون در واقع هماهنگی بین دست و زبان باعث میشه که خیلی بهتر کلمات در واقع شرطی بشن براتون. خب اما فعل بعد فعل آلمک هست که باز مشخصا چون آ حرف صدا دارش هست، اینجا باید اون در واقع پسوندی رو اینجا باید انتخاب کنیم که الف بی صدا داره، یعنی در واقع به این صورت میشه آل. خب مک رو که حذف میکنیم، آلدم، دقیق بفرمایید آلدم، اینجا بین د و می الف بی صدا است. آلدم چون الف بی صدا خب با آ به هر حال متناسب هست. آلدم، آلدن، آلد، آمدم، آمدی، آمد. آلدم، آمدم، آلدن. اصحایی میکنم اشتباه شد. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمیکنه، از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.